بینندگان عزیز، با سلام به شما و با درود به دوستانی که اهل درود هستند. برنامه امروز رو شروع میکنیم طبق معمول هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر وقت نیویورک با آقای پرویز مینویی هستیم که ایشون سالهای سال فعالیت دارند در کار مدیای ایرانی، چه روزنامه و نشریات چاپی و چه رادیو و تلویزیون، به اصطلاح صدا و تصویر. من از ایشون بسیار ممنونم که ساعتی رو هم با من و شما هستن. هفته قبل وقتی با ایشون صحبت میکردیم قرار شد که امروز درباره 28 مرداد، 25 مرداد، اون حول و حوش اون چند روز سال 1332 یا 1953 صحبت کنن و شما هم میتونید در حین برنامه هم روی یوتیوب، هم روی فیسبوک، هم از طریق ایمیل، هم از طریق تلفن خود من و هم از طریق تلفن آقای مینویی تماس بگیرید، پیام بذارید. پیام های شما در برنامه آینده پاسخ داده میشه. به آقای مینویی گفتم یه راهی پیدا کنیم که دوستان مستقیما با شما تماس بگیرن، چون خیلی از شماها ویدیوهایی میفرستید، عکسایی میفرستید که هی میگید آقای سوربی اینم با آقای مینویی نشون بده، بگو اینجوری، اونو نشون بده اینجوری. یکم دوستان این کار برای من مشکله، برای آقای مینویی مشکله. آقای مینویی خیلی فعاله، بعد از این برنامه در رادیوی صدای ایران هستن، بعد از چهارشنبه ها دو تا تلویزیون باز برنامه دارن و باید یک کمی با شرایط بازی دوستان شما بازی کنید و امیدوارم حالا در آینده بیشتر یا ایشون بیاد باز روی فیسبوک فعال بشه. دارن، همه اکانت ها رو دارن ولی وقت نمی کنن. آقای مینویی سلام میکنم به شما، من میکروفون در اختیار شما قرار میدم تا با دوستان در سر تا سر دنیا صحبت کنید و نظرات خود رو به اصطلاح با اینها سهیم بشید و در میان بذارید. خیلی خوش آمدید، این شما و این هم دوستان در تلویزیون مردم. بفرمایید. درود بر دوست عزیزم جناب سوربی بزرگوار و درود بر بینندگان تلویزیون مردم در سراسر جهان. من همونطوری که آقای پارسا فرمودن پرویز سوربی هستم و ببخشید قاطی کردم همه رو، همونطوری که آقای سوربی فرمودن من پرویز مینویی هستم و قرار باشیم هفته پیش که این دفعه راجع به 28 مرداد صحبت کنیم. ببینید خانم آقای من، خب بر حسب اینکه سالهای سال از کودکی، من از 12 سالگی رفتم توی حزب پانیرانیسم، بعد خب اومدم بیرون در وقتی که آقای دکتر مصدق رفراندوم گذاشت که مجلس شورای ملی رو منحل بکنه، من در اون رفراندوم شرکت کردم. البته سنم به سن قانونی نمیرسید ولی خب دیگه عشق مصدق و تقلب، رفتم 15 ساله بودم که رفتم، به جای 18 ساله رای دادم. حقیقتش دو دفعه هم رای دادم، رای میدادیم دستمون میزنیم توی مرکب مخصوص. من اومدم خونه با یه دونه کیسه و صابون اینقدر دستم و ماساژ دادم، مالیدم که دیگه پوستم رفت، اون مرکبه نمیرفت، پوستم رفت، دیگه کمرنگ شد، رفتم دوباره رای دادم. حالا اینا رو گفتم، منظورم اینه که من در واقع همه این تاریخ رو گذروندم و درباره اینا همه مطالعه کردم. شاید مثلا درباره مصدق و 28 مرداد و این ماجراها شاید واقعا 12 تا کتاب خوندم و مطالبی که میگم تاریخ رو نمیتونم بگم روز فلان ماه فلان، چون این تاریخ به خاطر آدم نمیمونه، ولی دیگر مطالبی میگم قبول کنه که تقریبا اکثریت نزدیک به حقیقت که اتفاق افتاده. ببینید برای که آقای دکتر مصدق رو بهتر بشناسیم، بریم از اول کار ایشون رو بررسی کنیم ببینیم چه جوری بوده. ایشون وقتی که پدرشون فوت میکنن ایشون 12-13 ساله بوده، مستوفی خراسان میشن، یعنی میشن مثلا فرض کنید که مدیر کل دارایی استان خراسان در همچی چیزی. و خب همینطوری از نوجوانی حتی قبل از اینکه به سن بلوغ برسن در مقام های مهم و بالایی بودن. بعد در زمانی که آقای گودتا اتفاق میفته، گودتای سوم اسفند 1299، آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به کمک آقای رضاخان میان تهران رو در واقع فتح میکنن و آقای سید ضیاءالدین طباطبایی از آقای
احمد شاه به زور ابلاغ نخست وزیری میگیره و نخست وزیر میشه، آقای سیدیادین طباطبایی به رضاخان دستور میده، میگه همه بزرگان رو بگیر، همه اونایی که سرشون به ترشون میارزه، یعنی مثلا افراد مهم و سرشناسی هستن، همه رو بگیر، و رضاخان همه رو میگیره. از جمله دستور میده به آقای دکتر مصدق که اون موقع والی خراسان بوده، به والی خراسان ببخشید والی فارس بوده، به والی فارس میگه بیا خودتو به مرکز معرفی کن. قوام سلطنه والی خراسان بوده، میخواد قوام سلطنه هم بیاره، منطقه قوام سلطنه نمیگه که پاشو به اینجا، بلکه به آقای کلنل محمد تقی پسیان فرمانده جاندارمری خراسان دستور میده، میگه قوام سلطنه رو بگیر و تحت الحفظ، یعنی مثلا بذارش یه دونه کالسکه، این چند تا مامورم بذار با تو پایین که مثلا مبادا فرار کنه، بفرستش تهران. آقای مصدق میره این احضاریه رو که دریافت میکنه، میره به ایل بختیاری پناهنده میشه، یعنی تمرد میکنه در واقع از حکم نخست وزیر برحال قانونی کشور دیگه. آقای قوام سلطنه هم که تو را داشتی میامده، از مشهد داشتی میامده به تهران، آقای احمدشاه آقای زدیانه طباطبایی رو برکنار میکنه، آقای قوام سلطنه رو نخست وزیر میکنه، یعنی اون که زندانی بوده میشه نخست وزیر. آقای قوام سلطنه نخست وزیر میشه، اون وقت آقای دکتر مصدق تبریک فراوانی میگه و این اینا رو از بدید که بذارم برای بعد برم یه جلوتر. آقای مصدق تحصیلاتش در اروپا، آقای مصدق دو دفعه رفت تحصیل برای حقوق در اروپا، یه بار رفت فرانسه در یه دانشگاهی وارد شد، در اون دانشگاه که وارد شد، چون دو ماه از سال تحصیلی گذشته بود، وقتی وارد شد رئیس دانشگاه گفتش که شما میتونید مستمع آزاد باشید، یعنی بشینید درس‌ها رو گوش بدید ولی دانشجو این دانشکده حساب نمیشید. آقای مصدق هم قبول کرد، اونجا نشست و مستمع آزاد درس‌ها رو گوش داد. بعد نزدیک امتحانات شد، آقای مصدق متوجه شد که اینا استادا از ایشون امتحان نمیگیرن. آقای مصدق یعنی دست به حیله زد به وزیر دارایی وقت ایران که از فامیل خوشخیشانشون بود، نامه نوشتن وزیر دارایی به دروغ به دانشگاه نوشت که این آقای مصدق محمد مصدق از بورس دولت ایران استفاده میکنه، و رئیس دانشگاه گفت حالا که بورس دولت ایران استفاده میکنه ازش امتحان بگیره، و ازش امتحان گرفتن. بعد آقای مصدق مریض شد مجبور شد برگرد ایران و رفت یه مدتی توی ییلاقات اطراف تهران، اونجا در ملکایی که داشتن اونجا استراحت مطلق کرد تا حالش بهتر شد و خوب شد، و بعد یه مدتی دوباره تصمیم گرفت بره ادامه تحصیل در اروپا. این دفعه رفت سوئیس توی دانشکده ثبت نام کرد. خب بهش گفتن خب شما دیپلم دبیرستانت بیار تا اینجا اسمت بنویسیم در این دانشکده. آقای دکتر مصدق دیپلم دبیرستان نداشت و ضمناً دارالفنون هم نرفته بود، در حالی که اون موقع دارالفنون در تهران تشکیل شده بود و بسیار افراد می‌رفتن دارالفنون در اونجا که وقتی مدرک می‌گرفتن اون مدرکشون حتی بالاتر از دیپلم دبیرستان بود، ولی آقای دکتر مصدق اینو نداشت و در دانشکده سوئیس دچار اشکال شد. آقای دکتر مصدق همون سابقه‌ای که در دانشگاه فرانسه داشت اونو کپیشو گرفت آورد داد به دانشگاه سوئیس و در دانشگاه سوئیس با همون مدارک پذیرفته شد، یعنی در واقع با تقلب تو دانشگاه پذیرفته شد و به هر حال درس رو خوند و امتحان داد و دکترای حقوق گرفت و سیتیزن سوئیس شد، برگ وکالت گرفت، یعنی جواز وکالت گرفت یا پروانه وکالت گرفت که در سوئیس به عنوان وکیل دادگستری بشینه و به اصطلاح کار بکنه. بعد ایران خواستنش و اومد ایران، یعنی گفتن که بیا اینجا لازم داریم تو، یا اومد ایران. آقای دکتر مصدق یک انسانی بود 90% کاراش بسیار خوب بود، درست بود، اصلا اهل تقلب و ریا و رشوه و به اصطلاح پول دولت به جیب زدن اینها نبود، بسیار وقتا هم که کار میکرد اصلا حقوق نمیگرفت، میگفت من احتیاجی به حقوق ندارم، تو حقوق خیلی ملک و املاک زیاد داشت، ثروتمند بود در واقع.
آقای دکتر مصدق و آقای مکی و آقای دکتر بهایی و یه دهی کاندیدای وکالت از تهران شدن و در اون موقع آقای زاهدی، همون فضل الله زاهدی، تیمسار فضل الله زاهدی وزیر کشور بود و آقای مصدق با خبر میشه که امشب قرار صندوق های رأی رو عوض کنن. میدونی صندوق های رأی عوض کنن یعنی چی؟ یعنی شبانه که صندوق های رأی توی محله های اصلی هست، این صندوق رو ور میدارن و یه صندوق دیگه میذارن توش که اون رأی هایی که دوست دارن توش قبلا ریختن، یعنی رأی ها رو به نفع اون کسانی که میخوان میذارن و رأی هایی که مثلا به اسم آقای دکتر مصدق و آقای مکی و دیگران ریخته شده اونا ابیمری باطل میشه. آقای دکتر مصدق آقای مکی رو میفرسته، آقای مکی میره همون تیمسار سعادی وزیر کشور رو این ور اونور در یک مهمانی پیدا میکنه و میگه آقای تیمسار زاهدی امشب میخوان صندوق های رأی رو عوض کنن، در تقلب کنن. آقای تیمسار زاهدی میرن و دانشجوهای دانشکده افسری یا دبیرستان نظام، حالا نمیدونم یکی از این دوتا رو میفرستن دانشگاه دبیرستان نظام، دانشجوان مال دانشکده افسری، دانشجوان یا دانش آموزان رو یا دانشجویان رو که هر دو مال مدرسه نظامی بودن، یکی از اینا رو میفرستن، همه رو پای صندوق ها مواظب باشن که صندوق ها عوض نشه، هر دو سه تا رو میذارن پای صندوق، میگن تا صبح بیدار بمونید کشیک برید. و در نتیجه اونایی که میخواستن صندوق ها رو عوض کنن موفق نمیشن عوض کنن و آقای دکتر مصدق و یارانش از تهران وکیل میشن. بعد اینا میان در مجلس یه فرکسیون جبهه ملی رو درست میکنن، یک گروهی که به نام جبهه ملی خوانده میشن درست میکنن و آقای دکتر مصدق یه لایحه‌ای رو به مجلس میبره که طی این لایحه میگه کلیه منابع نفت ایران در سراسر ایران باید ملی بشه، یعنی از دست هیچ حکومت خارجی نباید در اون باشه. و آقای دکتر مصدق رهبر اقلیت مجلس بوده دیگه، خب طبیعی است که اگر یک کسی رهبر اقلیته اون لایحه‌ای رو که به مجلس میده تصویب نمیشه، بلکه اقلیت دیگه. پس چرا تصویب شد؟ در روز 29 اسفند 1329 این لایحه ملی شدن صنعت نفت در مجلس تصویب شد و در ایران هم این روز با مناسبت همین ملی شدن صنعت نفت در رژیم قبل تعطیل عمومی بود. باز این سوال مطرحه که آقای مصدق که اقلیت بود چجوری میشد که لایحه‌ای رو به مجلس میبرد تصویب میشد؟ با حمایت مخفی آقای محمدرضاشاه. آقای محمدرضاشاه سوابق دوستی دیرینه با مصدق داشت، از زمانی که آقای محمدرضاشاه ولیعهد بود آقای مصدق دچار مشکل میشد، حتی یه دفعه دستگیر شد، آقای ولیعهد رفت ولی پدرش واسطه شد که آزاد بشه و خود آقای محمدرضاشاه هم هر وقت مشکلی داشت میفرستاد طلب آقای مصدق که آقا چیکار بکنیم. آقای نخست وزیر ایران آن زمان آقای صفوت حاجعلی رزمارا بود. آقای حاجعلی رزمارا یک وقتی که آقای مصدق میکوشید که نفت و ملی کنه اومد یه سخنرانی کرد و گفتش که ملت ایران که نمیتونه یک لولهنگ درست کنه چجوری میتونه صنایع نفت و ملی کنه. لولهنگ یه نوع آفتابه سفالی بوده، منم در واقع در عمرم لولهنگ ندیدم، ما وقتی بچه بودیم آفتابه ها یا مسی بود یا گالوانیزه بود، من لولهنگ آفتابه سفالی ندیدم، ولی میدونم که لولهنگ یعنی آفتابه سفالی، یعنی آقای رزمارا در واقع ملت ایران توهین میکنه، میگه ملتی که لولهنگ یعنی آفتابه سفالی نمیتونه درست کنه چطوری میخواد صنعت نفت رو ملی کنه. خب این سبب شد که یک فردی از گروه فدائیان اسلام اومد و آقای رزمارا رو ترور کرد، یعنی با تیر زد. حالا اسمش یادم میاد اون کسی که بود چی بود بهتون میگم. بعد آقای محمدرضاشاه مطابق معمول وزیر دربار که آقای علا بود، ببینید یه زمانی وزیر دربار آقای علا بود، یه زمانی وزیر دربار آقای علم بود، این دوتا با هم اشتباه نشه، آقای حسین علا وزیر دربار بود، بعدها آقای امیر اسدالله علم
این شد وزیر دربار که بعد نخست وزیر هم شده بود. آقای محمد رضا شاه آقای علا رو فرستاد پلی آقای مصدق. آقای علا اومد به آقای مصدق گفت آقای دکتر مصدق، آقای محمد رضا شاه میگن به نظر شما چیکار کنیم؟ حالا چه موقعیه؟ موقعی که نخست وزیر آقای رزمارا ترور شده و دولت بدون نخست وزیره و آقای علا اومده از جانب محمد رضا شاه از مصدق مخصوصی چیکار کنیم؟ آقای مصدق برگشت و آقای علا گفت آقای علا شما چرا خودتون نخست وزیر نمیشید؟ آقای علا هم امانت دیره کرد رفت پلوی آقای شاه گفت آقای محمد رضا شاه مصدق در سوال شما رو که مطرح کردم، آقای مصدق به من گفتش که خطاب من گفتش که چرا خودتون نخست وزیر نمیشید. آقای دکتر مصدق هم آقای محمد رضا شاه هم عیناً آقای علا رو به نخست وزیری انتخاب کرد و به مجلس فرستاد، مجلس هم تصویب کرد. معمولا اینطوری که نخست وزیر رو یا مجلس به شاه معرفی میکرد یا شاه به مجلس، در حال باید هم شاه هم مجلس موافقت میکردن و حکمش صادر میشد به امضای شاه. به این ترتیب آقای علا نخست وزیر شد. آقای علا نخست وزیر شد در مجلسی که در اون زمان تشکیل بود، همینطور بین گروه جبهه ملی که داوطلب یعنی در واقع نفت رو ملی کرده بودن دیگه، یعنی قانونا ملی شده بود ولی هنوز عملا ملی نشده بود، و آقای و گروه اکثریت درگیر بود. گروه اقلیت رهبرش آقای دکتر محمد مصدق بود، گروه اکثریت رهبرش آقای جمال امامی بود. جمال امامی مثلا فرض کنید 80% 85% نمایندگان طرفدار آقای جمال امامی بودند، 15% 20% طرفدار آقای دکتر مصدق بودند، با اختلاف فاحشی آقای دکتر مصدق در اقلیت. آقای جمال امامی در یکی از بحثایی که با آقای دکتر مصدق داشت گفت آقای دکتر مصدق شما که این لایحه ملی شدن نفت رو تصویب کردید چرا خودتون نخست وزیر نمیشید که اینو اجرا کنید؟ آقای مصدق گفت چرا من میشم، رأی بگیرید اگه رأی دادم من میشم. رأی گرفتن آقای مصدق، رأی برد که نخست وزیر بشه. خب ببینید در هیچ جای دنیا سابقه نداره که رهبر گروه اقلیت نخست وزیر بشه، در تمام دنیا رهبر گروه اکثریت نخست وزیر میشه، ولی در ایران برعکس انجام شد، رهبر گروه اقلیت که آقای دکتر مصدق بود نخست وزیر شد. خب خب آقای مینوی تو شما یه جرعه آب مینوشی، من یکم چیزی که اینجا خندم گرفته بگم. شما بگم شاه تقلب کرد با مصدق، مصدق تقلب کرد با مدرسه، شما تقلب کردید تو رأی دادن، کم کم میبینیم چی میرسیم که همه متقلبن. در هر صورت این آقای رزمارا رو یه دوستی نوشته که خلیل طهماسبی که جز فدایان اسلام بوده خیلی رو بیرون مدرسه مسجد شاه به قتل رسونده. ببخشید بفرمایید. سپاسگزارم از این بیننده عزیز. بله 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 عرضم به خدمتتون که بعدها از آقای جمال امامی پرسید آقای جمال امامی شما چرا، شما که رهبر اکثریتی چرا آقای دکتر مصدق رهبر اقلیت رو پیشنهاد کردی که نخست وزیر بشه؟ آقای جمال امامی گفته بود که من فکر کردم این نخست وزیر بشه، ببخشید من این جسارت میکنم این حرف جمال امامی نمیگم، من احترام دارم برای دکتر مصدق، ولی جمال امامی میگه که من فکرم این نخست وزیر بشه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، گورش با میکنه میره، یعنی قادر به این که ملی شدن نفت رو به انجام برسه و نفت رو از دست انگلیسی ها بگیره قادر به این کار نخواهد بود و ول میکنه میره، تمومش قضیه. به آقای دکتر مصدق گفتن آقای دکتر مصدق تو که رهبر اقلیت بودی چجوری قبول کردی نخست وزیر بشی؟ آقای دکتر مصدق گفتید که من خبردار شدم که دولت بریتانیا سید ضیاءالدین طباطبایی رو، همونی که در زمان احمدشاه نخست وزیر شد، یعنی در واقع آقای رضاخان سردار سپاهان بود، آقای دکتر مصدق میگه که من فهمیدم که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی رو بریتانیا آورده و فشار میاره به آقای محمد رضا شاه که سجادین طباطبایی نخست وزیر بشه، و اگر اون نخست وزیر میشد ما جبه ملیا رو یا اعدام میکرد یا تبعید میکرد و در نتیجه سالم جان به در نمیبردیم یا
اقلا اگرم سالم میموندیم باید میرفتیم نقاط دور زندگی میکردیم. پس لذا من قبول کردم که نخست‌وزیر بشن که این اتفاق نیفته. آقای دکتر مصدق اومد و همین آقای مکی رو فرستاد، خلعیت کرد، یعنی با قوای نظامی که در اختیار داشتن، بریتانیایی که شرکت نفت رو داشتن، پالایشگاه رو داشتن، چای نفت در اختیارشون بود، همه رو بیرون کرد، همه رو خلعیت کرد، از دولت بریتانیا خلعیت کرد، به اون کارمندان و کارگران بریتانیایی گفت اگه دوست داشته باشید کار کنید، ما همون حقوقی که قبلا به شما داده میشد همون حقوق میدیم، بیشتر میدیم، وایسید کار کنید. و اونا گفتن نه ما میریم، ما وقتی که اینجا تحت بزرگ اداره بریتانیا بود مونده بودیم و حالا نمیمونیم. رفتن و در واقع تعطیل شد دیگه. آقای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد هیچ اطلاعی از صنعت نفت نداشت، هیچ، نه کارشناس نفتی در اطرافش بود. ببینید اگر یه نفر نخست وزیر میشه باید کارشناسان مختلف در اطرافش باشه، اگه میخواد در کار کشاورزی اقدام میکنه باید چندین کارشناس با تجربه کشاورزی دور و برش باشن، اگه میخواد راجع به نفت یه کار بکنه باید چندین کارشناس نفت اطرافش باشن. هیچ کس نبود. یاران مصدق گفته بودن، یکیشون گفته بود که حالا الان اسمش فراموش کردم، فکر کنم آقای دکتر حسیری گفته بود، گفته بود ما نفت رو ملی میکنیم، کشتی ها میان اونجا صف میبندن، یکی یکی میان جلو نفت میزنن، پولش میگیریم میره کشتی بعدی میاد. یعنی فکر میکرد که فروش نفت مثل نونوایی سنگکی میمونه که صف میبندن، یکی یکی میان نونشون رو میگیرن، پولشون رو میدن میرن، در حالی که اینطور نیست. فروش نفت باید یک کارهای بانکی انجام بشه، یک پولای واریز بشه از طریق این بانک به اون بانک و یه وقت داده بشه به فلان کشتی، آقا شما مثلا 12 روز بعد ساعت 1 بعد از ظهر بیاید اینجا پهلو بگیرید، ما نفت رو لوله نفت رو وقت میکنیم به کشتی شما، مثلا تا اینقدر ساعت طول میکشه پر بشه، بعد هم میریم بعد برگار امضا میکنیم، بانک اون بانک اون شرکت میفرسته پول به این بانک. اینطوری نیست میان پول بدن نفت بخرن که. آقای دکتر مصدق و یاران چون اینطوری بودن. بعد آقای دولت بریتانیا شکایت کرد از ایران بر همه جای مختلف، اول به سازمان ملل شکایت کرد، گفتش که اینجا نفتی که ما یه قرارداد داشتیم که این قرارداد مثلا فرض کنیم که حالا من تاریخ دقیق در قرارداد یادم نیست، ولی این قرارداد ما مثلا تا 20 سال دیگه ادامه داره، اینا بی خودی اومدن نفت ما گرفتن، در واقع این خلاف دیگه، یعنی اگر شما قرارداد داری با یک شرکتی که تا 20 سال دیگه این نفت در اختیار اونه، نمیتونی الان بگیری ازش مگر اینکه باهاش توافق کنی، نه که همینطوری بگیری. مصدق به زور گرفتیم و اونا اومدن شکر کرد. دولت بریتانیا تحریم کرد نفت ایران، همونطور که الان آقای دونالد ترامپ میخواد از 4 نوامبر تحریم‌های شدیدی بذاره روی ایران، اونم تحریم کرد. وقتی تحریم کرد در نتیجه نفت ایران فروش نرفت. دولت روسیه اومد یکی دو تا کشتی کوچیک خرید از ایران و یک کشتی بود به نام روزماری، کشتی بسیار کوچکی بود، یه بار رفت نفت خالی کرد، دوباره اومد برای بار دوم نفت گرفت. به نظرم 4 تا کشتی نفت که اومدن از ایران نفت خریدن در عرض این 2 سال خوردهی که آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر بود، در نتیجه نفت فروش نرفت. وقتی نفت فروش نرفت آقای محمدرضا شاه پیغام داد آقای جلال تهرانی رو، بله همون که رئیس شورای سلطنت شد یه زمانی، اسم کوچیکشون رو اشتباه شاید بکنم، برای فامیلیشون تهرانی بود، تهرانی رو فرستاد که آقای تهرانی برو از قول من، یعنی از قول محمدرضا شاه، برو آقای مصدق بگو آقای مصدق دستتون درد نکنه که نفت رو ملی کردیم و این کارا رو کردیم، اما حالا که کارا به اینجا رسیده و فروش نمیره، اگر شما موافق باشید یکی از یاران خودتون به انتخاب خودتون آقای مکی یا آقای جانشاه صالح، حالا جانشاه صالح به خاطر اینکه ببخشید جانشاه نه، یکی دو تا برادر بودن که جانشاه بود، یکی دیگه برای اون آقای صالح، حالا میگیم آقای صالح، بله آقای اللهیار صالح، آقای اللهیار صالح بشه یا آقای مکی بشه نخست‌وزیر. حالا چرا این دو تا رو شاه پیشنهاد کرده بود؟ برای که اللهیار صالح سفیر ایران در امریکا بود، با امریکایی‌ها روابط حسنه داشت، گفت این مثلا میتونه امریکا رو واسطه بذاره یه کاری کنه که مشکل حل بشه. مکی هم به خاطر اینکه فرد مورد علاقه ما از
مصدق بود. آقای مصدق به مکی میگفت سرباز فداکار میهن، برای که مکی رفته بود خلعیت کرده بود. آقای مصدق به اون شخص گفت ببین، هم شاه بر علی من توطئه میکنه، هم تو توطئه میکنی، هم مکی توطئه میکنه، هم آلایار ساله توطئه میکنه. یعنی به هیچ وجه به این حرف توجه نکن. اینم براتون میگم که وقتی که دولت بریتانیا شکایت کرد به سازمان ملل، آقای مصدق رفت در سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، از ایران دفاع کنه. آقای مصدق حرفش از اونجا این بود، گفت آقا این سازمان ملل اسمش از سازمان ملل، یعنی وقتی که دو تا ملت یا دو تا دولت رو هم اختلاف داشته باشن باید بیان اینجا حل و فصل کنن. الان اونجوری نیست، الان دولت ایران با شرکت بریتیش پترولیوم اختلاف داره. پس بنابراین دعوای یک دولت با یک شرکته و در سازمان ملل که دعواهای دولت ها رو رسیدگی میکنه صلاحیت رسیدگی به اینا نداره و اونجا هم قبول شد. گفتم بله شما درست میگید، ما صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداریم. و مصدق پیروز، آقای محمد رضا شاه اینقدر تبریک و پیش اینقدر نامه نوشت، تلگراف بارونش کرد که آقا دست درد نکنه، خیلی ممنون که شما این کاری کردید، نفت و ملی کردید، اونجا هم از حقوق ایران دفاع کردید. بعد موکول شد برن دادگاه لاهه. دادگاه لاهه جنگ اختلاف بین دولت و شرکت یا اختلاف دو تا شرکت از دو کشور رو بررسی میکنه. در اونجا رفتن برن، در اینجا آقای دکتر مصوری شانسی آورد. ببینید افراد شرکت نفت که از ایران رفتن همشون مدارکی که با خودتون داشتن، همه مدارک رو یا سوزوندن یا پارپاره کردن یا مثلا بعد این برد. یک آقای انگلیسی به نام آقای سدان که در شرکت نفت کار میکرد، در بریتیش پترولیوم کار میکرد، ایشون یه منزلی داشت در خیابان فردوسی نزدیک خیابون برلین، نمیدونم یادتون باشه یا نه، سفارت اون زمان سفارت ترکیه و سفارت آلمان هم اونجا بودن. در اونجا کوچه بود، ایشون تو اون کوچه خونه داشت. بعد وقتی که رفت منتهات رفتن تو خونهش دیدن این اسنادش باقیه، یعنی اسنادی این پاره پاره نشده، آتیش هم زده نشده. این اسناد رو جمع کردن بردن تحویل آقای مصدق و یارانش کردن دادن و اونا اون اسناد رو خوندن و از اون اسناد استفاده کردن. آوردن تو دادگاه لاهه، گفتن این شرکت بریتیش پترولیوم قرار بود نفت رو بخره و ببره و سهم ما رو بده. ببینید به موجب این مدرک، مثلا حالا من اون مدارک یادم نیست، به موجب این مدرک به مجلس، به رئیس مجلس گفته که این نخست وزیر خوب نیست، اون نخست وزیر خوبه. به موجب این مدرک به نخست وزیر گفته این وزیر خوب نیست، اون وزیر خوبه. به موجب این مدرک به مدیر کل مثلا خوزستان گفته این جاده رو از اینجا نکشید، از اینجا بکشید. ده ها سند پیدا کردن که این شرکت نفت بریتیش پترولیوم در کار ایران دخالت میکرد. یعنی آقای دکتر مصدق نه تنها نفت رو از شرکت بریتیش پترولیوم گرفت، بلکه مستمره بودن نامرئی ایران رو. میدونید مستمره، یه وقت مثلا فرقای هندوستان مستمره بریتانیا بود، یه همه میدونستن این مستمره بریتانیا، اما در ایران به طور رسمی ایران مستعمره بریتانیا نبود، ولی به طور عملی از طریق شرکت نفت ایران رو اداره میکرد. نکات مهم اینجوری بود، یعنی هر نخست وزیر میامد، هر وزیر میامد، هر کسی میامد، میبایستی با موافقت بریتیش پترولیوم باشه. یعنی دخالت در امور حکومت و دولت. آفرین. بعد ضمناً همون بریتیش پترولیوم هم قرار بوده بنزین پارس باشه، به دروغ به ما میگفتن. بله، که معلوم شده بریتیش پترولیوم بوده. آقای اکبری میگه اگر امکان داره لطف کنید توضیح بدید از چه زمانی آیت الله کاشانی وارد بازی شد، میدونید شما؟ بله. خیلی. آقای آیت الله کاشانی وقتی که آقای دکتر برای شرکت نفت، برای ملی شدن نفت میکوشید، آقای کاشانی یار وفادار آقای مصدق بود، بلکه شاه هم یار وفادار مصدق بود. یعنی وقتی که ملت ایران میکوشید نفت و ملی کنه، سه نفر در ایران میکوشیدن، آقای مصدق، آقای محمدرضا شاه، آقای کاشانی. بعد حالا اختلاف افتاد بین آقای مصدق و آقای محمدرضا شاه، اون وقت آقای کاشانی جانب آقای شاه رو گرفت و با آقای مصدق مخالفت کرد. اجازه بدید من یه مرحله زود میرسم به اینجا، درست؟
بعد وقتی که این اتفاقات افتاد، در همون دیوان، در همون دادگاه الهه، آقای حسن به نام آقای فؤاد روحانی، آقای فؤاد روحانی کارشناس نفتن، درست؟ آقای فؤاد روحانی کارمند بریتیش پترولیوم بودن، یعنی کارمند دولت ایران نبودن، کارمند شرکت نفت ایران و که شرکت نفت بریتیش پترولیوم بودن که در ایران میگفتن شرکت نفت ایران و انگلیس، ولی در عمل شرکت نفت بریتیش پترولیوم بود. آقای فؤاد روحانی کارمند اونجا بودن، کارشناس نفتی بودن که اونجا کار میکردن، ولی بعد که آقای مصدق دیگه چیز شد، در محصول قرار گرفتی چیز کارشناسی نداره، آقای فؤاد روحانی دعوت کرد، گفت بیا همکار من بشو، با من کار کن در امور نفتی، تو واردی راهنمایی کن. البته این کار آقای مصدق خیلی دیر کرد. بعد در دادگاه الهه آقای فؤاد روحانی توی یک کتابی داره، من این کتابش رو حقیقتش رو بگم، کتابشون رو، خود کتابش رو نخوندم، ولی آقای دکتر بختیار یه مجلی، روزنامه هفتگی در پاریس چاپ میکردن که نهضت ایرانی هم چیزی، این آقای فؤاد روحانی هر هفته اون تو بخشی از خاطرات خودشو مینوشت و من اونها رو خوندم و در اون خاطرات خودش نوشته بود که من وقتی توی دادگاه آقای دکتر مصدق از ایران دفاع میکرد، یک مامور بریتانیایی من گرفتون به صحبت، بعد آقای مصدق بر من خشمگین شد، گفت من دارم از دولت ایران دفاع میکنم، تو داری به جایی که من گوش بدی با هیچ کی داری حرف میزنی. گفتم قربان من با اون حرف نمیزنم، اون هی منو به حرف میگیره. آقای مصدق گفتش که چی میگو؟ آقای فؤاد روحانی گفتش که گفته که تا آقای مصدق فرمانده کل قوا نشه، تا مقام فرمانده کل قوا رو نگیره کاری نیست. آقای مصدق با اون مداری که پیدا کرده بود دادگاه رو وادار کرد که به نفع ایران رای بدن. دادگاه گفتش که اینجا چون شرکت نفت از حد خودش تجاوز کرده، پس قرارداد خود به خود لغو شده، پس خسارتی نباید بدی. آقای محمد مصدق که وقتی اومد ایران گفتش که من میخوام فرمانده کل قوا بشم. حالا با هم مصدق و محمد رضا شاه از سالهای دور با هم دوستن، ولی آقای مصدق جلوی شاه وایساد که من میخوام فرمانده کل قوا بشم. آقای شاه گفت آقا این قانون اساسی میگه شاه فرمانده کل قواست، قانون اساسی ما از قانون اساسی بلژیک گرفته شده، اونجا هم شاه فرمانده کل قواست. آقای مصدق میدونی استدلالش چی بود؟ استدلالش بود که آقای محمد رضا شاه مگه پدر شما وقتی نخست وزیر بود فرمانده کل قوا نبود؟ منم میخوام فرمانده کل قوا باشم. آقای شاه میگه آقا پدر من قبل از اینکه نخست وزیر بشه فرمانده کل قوا بود، وقتی نخست وزیر شد فرمانده کل قوا هم شد، برای که اون اصلا ارتش ایران اون تشکیل داده بود، پاگو پای گذاری کرده بود و ارتشی بود، ولی شما قانون اساسی میگه باید به اصطلاح شاه فرمانده کل قوا باشه و الان هم من فرمانده کل قوا. بالاخره بین شاه و مصدق اختلاف شد، آقای مصدق استعفا داد. خب البته شاه هم همچین پایبند به قانون اساسی نبود، یعنی مصدق میتونست بگه خب اگر طبق بذارید. یه سوالی آقای نیما سوال میکنه که چرا حزب توده حمایت نکرد از دکتر مصدق در 28 مرداد؟ علی شما نرسید به اونجا، ولی اگه میخواین اینو یادداشت کنید، اگه توضیح نیست به اصطلاح تو بله، چرا حزب توده حمایت نکرد از دکتر مصدق؟ مرسی، بفرمایید. من همینجا جوابتون میدم. بفرمایید. حزب توده منتظر بود که آقای مصدق ضعیف بشه، تلپی بیفته، حکومت بگیره. آها، یعنی اونا هم دنبال فرصت بودن. 600 تا افسر توده‌ای بود در تمام جهان نفوذ کردن، نگهبانای منزل مصدق چند تا افسر توده‌ای توش بودن و در جاهای مختلف دیگر. خب آقای مصدق اگر مثل آقای نلسون ماندلا کار بل میکرد میرفت، یا مثل مهاتما گاندی دخالت نمیکرد دیگه، یا مثلا لخ والسا یه دوره کار کردن بعد رفتن، آقای مصدق میخواد تا آخرش بمونه و در آخراش بر این نیت رسیده بود که اصلا شاه برکنار کنه، دوباره حکومت به قاجارها برگردونه، یه همچین تا تو ذهنش بود، نگفته بود که. ولی وقتی که آقای مصدق استعفا داد، مردم به نظر من مردم اشتباه کردن که
تظاهرات سیاسی رو درست کردن، دوباره گفتن مصدق بیاد نخست وزیر بشه. خب اگر مصدق کار دیگه نمیتونست بکنه، اگر مصدق هرگز نگفته بوده چجوری شما میگید تو فکرش بوده؟ یعنی یه نفر روایت کرده چیه؟ چون الان من اینجا برنامه آره من برای که حالا باید میرسه میگه برای آقای دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت آقای مصدق اومد در میدان بهارستان سخنرانی کرد، گفت ایران دیگه جمهوری شد، در حالی که وزیر امور وزیر کشور حق نداره بگه که، یا وزیر امور خارجه حق نداره تعیین کنه که رژیم ایران عوض شد یا نشد، طبق قانون باید این مجلس مؤسسان تشکیل بشه، ولی اینشون اومد گفته شاه آقای مصدق هم هیچ اعتراضی نکرد دیگه، پس معلوم میشه که موافق بود برای اینکه شاه برکنار بشه. خب امکان نداره بگین که آقای فاطمی چون جوانم بود احساساتی شده یه چیزی از خودش گفته، چون همین الان ما همین ماجرا رو داریم، بیچاره آقای رضا پهلوی میگه آقایون خانم اگه شما طرفدار منید هی هر کدومتون چیز نکنید، بذارید من حرف بزنم، ولی مردم بعض وقتا خودسرانه یه کارایی میکنن. اتفاقا من میخوام از شما سوال کنم، چون با آقای ایمان فروتن تماس گرفتم، معمولا ایشون یا در میره یا میترسه از سوال و جواب، آمده گفته 6 آبان ساعت 10 شب چراغاتونو خاموش کنید. شما که تو کارهای فنی هم وارد هستی، چراغا رو من اینجا خاموش کنم، شما تو تگزاس خاموش کنید، آقای فروتن تو کالیفرنیا خاموش کنه، یا مردم تو ایران خاموش کنن، چه ضربه‌ای به آخوند میزنه؟ آخوندی که خودش داره به مردم میگه برق کم مصرف کنید، ما نمیدونم نداریم نیروهای فلان اینا، چرا افراد اینجوری خب به قول شما نمیرن دنبال یه نفر ببینن اون؟ مثلا من دیدم شما هیچ وقت برنامه‌ای نمیگید، میگید من نمیدونم وارد نیستم، منتظر هستید مثلا یه نفر را، چرا اینا خودسرانه هی هر کدوم یکی میگه خاموش کنید، یکی میگه روشن کنید؟ تو برنامه خودم امروز گفتم یه آقای مهندسی بود میگفت تمام وسایل برقیتون رو شما روشن کنید. آقای مینوی شما تو همین تگزاس اگه همه وسایل برقیتو روشن کنی، اولین چیزی که میسوزه فیوز خونتونه. من بخاری گازیمون خراب شده بود، رفتم یه بخاری برقی خریدم، روشنش که کردم فیوز سوخت، برای که 3 المنتشو با هم زده بودم توی یه چیزی. اینا رو خودسرانه ما میتونیم بگیم که مثلا اون آقای فاطمی هم خودسرانه بوده که بیچاره سزای اعمالش هم به اصطلاح دادن. در اصل من ساکت میشم، شما بفرمایید. سپاسگزارم ازتون. به هر حال بعد از وقتی مردم تظاهرات کردن، دوباره شاه مجبور شد که به آقای دکتر مصدق حکم نخست وزیر بشه و حالا دکتر مصدق نخست وزیر شد. حالا این نخست وزیر دیگه با شاه مخالفه و شاه با این مخالفه، برای که این به زور حکم نخست وزیری گرفته، یعنی با تظاهرات مردم حکم نخست وزیری گرفته. و در این زمان خب بسیار یاران مصدق از مصدق بریدن دونه دونه، و مصدق چون نفت نمیتونست بفروشه یه مقدار کارهای غیرقانونی هم انجام بود. بعد یه زمانی آقای دکتر مصدق پی برد که آقای مکی که آقای مصدق گفته بود سرباز فداکار میهن، آقای مکی یار نزدیک آقای دکتر مصدق بود، آقای مکی کسی که رفته بود از جانب آقای دکتر مصدق خلیت گرفته بود یا کرده بود و تأسیسات نفتی رو از دست بریتانیا خارج کرده بود و اینقدر آقای مصدق بهش احترام میذاشت، فهمید که آقای حسین مکی میخواد توی مجلس آقای نخست وزیر رو استیضاح کنه، یعنی در صداش کنه، بعد ازش چند تا سوال بکنه. و وقتی که این نخست وزیر استیضاح میشه، یعنی ازش نمایندگان سوال میکنن، باید دوباره رأی اعتماد بگیره، اکثریت مجلس دوباره رأی بدن که آقا ما این نخست وزیر قبول داریم. آقای مصدق میدونست که اگر استیضاح بشه و رأی اعتماد بخواد، مجلس بهش رأی اعتماد نمیده، لذا اومد تصمیم گرفت که مجلس رو منحل کنه. وقتی تصمیم گرفت مجلس منحل کنه، دو تا کار غیرقانونی، البته کار غیرقانونی که قبلا هم کرده بود میگم، حالا دو تا کار غیرقانونی کرد. یکی اینکه رفراندوم کرد. رفراندوم در قانون اساسی ایران سابقه نداره، پیش بینی نشده. اگه آقای مصدق میخواست رفراندوم کنه، باید اول یک لایحه‌ای به مجلس میداد که مجلس به دولت حق میداد که رفراندوم کنه،
و اون وقت انجام میدم. و از این مهمتر و از این خطاتر و از این تقلب بزرگتر این بود که اومد صندوقهای که اونایی که موافق آقای دکتر مصدقن، یعنی میگن مجلس منحل بشه، یعنی آری رای میدن، یک گذاشت، اونایی که نه میخوان بگن، یعنی میخوان بگن منحل نشه، یه جای دیگه گذاشت. صندوقهای آری رو گذاشته بود، من تو اون زمان تو شهر قزوین بودم، گذاشته بود توی مسجد شاه که مسجد شاه یه برش خیابون اصلی شهر بود، یه طرفش یه بازارچه بود، یه طرفش بازار اصلی بود، یه طرفش هم خونه های مسکونی بود، یعنی جای امن. بعد اون صندوقایی که می‌خواستی رأی نبدی، یعنی آدمایی که می‌خواستن بگن آقای مصدق من با اینکه مجلس منحل بشه مخالفم، گذاشته بود انتهای شهر، یعنی که جای شهر تموم میشه، بعد کشتزارهای کاهو و نمی‌دونن تره و جعفری و تربچه و اینا هستش اونجا بود، و چند تا چماق به دست وایسه بودن که نمی‌تونستن رأی بدن، نمی‌ترسیدن مردم رأی بدن. ببینید آقای مصدق همیشه در اقلیت بود. برای چی در اقلیت بود؟ برای اینکه اکثریت مردم روستانشین بودن، بهشون گفتن رعیت. این رعیت ها رأیشون به دستور ارباب بود، یعنی ارباب ها اگر تصمیم میگرفتن به مصدق رأی بله بدن، رأی بله میشد. اگر ارباب ها تصمیم میگرفتن مصدق رأی نه بدن، رأی نه میشد، برای که اکثریت با اون زارعین بود دیگه. آقای مصدق یه مقدار چیز گذاشته بود، چون مقدس گذاشته بود در صندوقای نه، و اینجوری میزدن به کف دستشون، اینطوری در نتیجه رایایی که میرفتن اونجا رای بدن میترسیدن و بر میگشتن، مثلا میگفتن رفتیم رای دادیم، بعد میگفتن آقا مر پس کن، مثلا مر نزدن، یه چیزی به آقا سر جرات نمیکردن برن رای بدن. و به این شکل آقای دکتر مصدق مجلس رو منحل کرد. حالا چرا آقای مصدق از استیضاح میترسید؟ آقای مکی میخواست چند مورد خلاف آقای مصدق رو تو مجلس بگه، از جمله میخواست بگه آقای دکتر مصدق یه دادگاه عالی کشور داریم که دادگاه عالی کشور قضاتش نشسته هستن، اصطلاح نشسته یعنی کسی نمیتونه عوضشون کنه، مثل همینجا سپریم کورت داریم که قاضیش مادام العمره، رئیس جمهور نمیتونه اون قاضی رو عوض کنه. در این هم یه دیوان عالی کشور بود که قاضیهاش هیچ کس قادر به عوض کردن اونا، وزیر دادگستری یا نخست وزیر یا هیچ کس نمیتونست اونا عوض کنه. آقای مصدق اصلا دیوان عالی کشور رو منحل کرد. بعد آقای مصدق چون نفت فروش نمیرم حقوق کارمندار رو میخواست بده، مخارج دولت رو میخواست بده، به طور غیرقانونی اسکناس چاپ کرد، یعنی چاپ کردن اسکناس مستلزم اجازه های خاصی از جاهای مختلف، رأی مجلس و چیزهای دیگر. آقای دکتر مصدق اینا هیچ کدوم رعایت نکرد، یواشکی اسکناس چاپ کرد ریخت تو صندوق دولت که از اون جا مخارج دولت بده، و چند تا خلاف دیگه. آقای مکی میخواست اینا رو بیاد در مجلس بگه که آقای مصدق مجلس رو منحل کرد. خب آقای مصدق تقریبا حدود 3.5 سال قبل از آن زمان رفته بود با همین اعضای جبهه ملی توی کاخ پادشاه متحسن شده بود، یعنی رفته بودن اونتون 3-4 شبانه روز اونجا مونده بودن، وقت خواب انداخته بودن تو راه راه اینا خوابیده بودن. این تحسن چونه بود که میگفتن آقای محمد رضا شاه، حالا که مجلس نیست، دوران فترت است، شما این نخست وزیر عوض کنید، اختیار شماست که نخست وزیر عوض کنید، درست؟ حالا آقای مصدق خودش اومده مجلس رو منحل کرده. آقای دکتر سنجابی بهش میگه که آقای مصدق این مجلس رو منحل کردی، شاه ممکنه تو رو حذف کنه. میگه آقای سنجابی شما صبح اونجا اومدی از خونتون چرس کشیدی، چرس یه ماده مخدره، یعنی تو مثلا تریاک داریم حذیو میگیم. آقای دکتر صدیقی تو خاطرات نشسته من گفتم آقای مصدق شما که مجلس رو منحل میکنی، شاه اختیار اینو پیدا میکنه که شما رو عزل کنه. آقای مصدق گفت جرأت نمیکنه. به هر حال آقای دولت امریکا هم فرستاده بود آقای کارمین روزولت رو به شاه فشار می آورد که آقای محمد رضا شاه مصدق رو برکنار کن. آقای محمد رضا شاه زیر بار نمیرفت، میگفت تکلیف مصدق باید مجلس معلوم کنه، و زیر بار حرفای آقای کارمین روزولت نرفت. آقای کارمین روزولت الکی رفت ادعا کرد من ال کردم، من بل کردم، من آنم کش درستم و باید پهلوان. آقای شاه وقتی مجلس منحل شد به آقای نخست وزیر حکم بر
برکناری داد به آقای فضل‌الله زادی حکم نخست‌وزیری داد. منتها گفت آقا برو اول حکم سبب‌الزادی رو بهش بده، اون موقع سبب‌الزادی نبود، اول ببر حکم اونو بده بعد ببر حکم مصدق رو بده. اون آقای سرعی نصیری که میخواست اینو کار بکنه، چون دکتر چون آقای زاهدی مخفی بود، آقای مصدق برای زنده یا مرده جایزه گذاشته بود که اگر این زنده یا مرده تعبیر بدی اینقدر جایزه میگیره، اونم مخفی شده بود از این خونه به اون خونه، دو شب اینجا بود دو شب اونجا، طول کشید تا سرنگ نصیری اونو پیدا کنه و دیر شد. سرنگ نصیری هم اشتباه کرد که با یه دی سرباز و با مثلا ماشین ضد گلوله و اینا راه افتاد رفت، و بعدم اینا که میرفتن طرف مصدق از یه خونه تو راه تلفن زدن خونه مصدق که گردان ارتشی داره میاد خونه شما، در حالی که گردان ارتشی نبود. به هر حال آقای مصدق، آقای نصیری رفت اون حکم رو داد به دفتر ایشون، اجازه ندادن بره پلو مصدق، گفتن بده ما ببریم میدیم رسید چی میگاریم بیدیم، بردن دادن پاکت حکم شاه رو دادن آقای مصدق، باز کرد خون روی پاکت، نوشت فرمان همایونی در ساعت 2 بامداد روز 25 مرداد به این جانب رسید. زیرش هم امضا نکرد دیگه نخست وزیر، بلکه امضا کرد دکتر محمد مصدق، یعنی قبول کرد که عزل شده. بعد شبانه اون افسران تودهی که اونجا بودن، یکی از اونا سطوان اسمش حالا یادم رفت، یادم میاد بهتون میگم، اون پرید و آقای سرعی نصیری رو دستگیر کرد، در حالی که منزل مصدق یک فرماندهانی داشت، یک گروه نظامی اونجا رو حفاظت میکردن و فرمانده اینا هم یک سرتیپی بود، اون سرتیپه باید دستور میداد. این سطوان شجاعیان بود به نظرم. خب همین کاسه های داختر از آش کار رو خراب میکنن. بله. آقای مینوی، آقای بله. نگهبان که بله. فکر کنم هم شیرازی هستن هم از ایران یا جای دیگه، نوشتن درود جناب سربی گرامی، ضمن عرض ادب سلام مهمان گرامی از طرف من برسانید، ایشون درست حقیقت را میفرماید، حزب توده در خیانت ید طولانی دارد، در ضعف دوره مصدق مصادف به درگذشت استالین بود، علم و کتل و سینه زنی در تهران را انداخته بودن. آقای سلیمانی میگه طبق گفتهای شما آقای مینویی تقریبا همه اعمال شاه ضد قانون اساسی بودن، خب در آن شرایط نخست وزیر قانونی چطور باید عمل میکرد؟ میگن یعنی بله یعنی کار غیر قانونی غیر اگر اجازه بفرمایید من وقتم داره تموم شه. ببینید من یه خیلی درسته بگم، ببینید شاه وقتی که فرمان عزل مصدق رو داد و آقای مصدق اومد گفتش که این کودتایی بوده در نطفه خفه شده، شاه دید فرمانش رو نمیخونن، وقتی فرمانش نمیخونن پاشد رفت روم. بعد آقای محمد رضا شاه تا اون زمان قانونی عمل میکرد، اگر اون دوستانی که یادشونه در زمان مصدق روزنامه های حزب توده همش مسخره میکردن شاه رو و هیچ کاری نمیکرد شاه. شاه خودش نوشته که خاطراتش نوشته که ما اون روزا هر وقت مجله ها به ما کمتر پوش شده بودن خجال بودیم. من یادمه که روزنامه چلنگر بود، این تصویرش تو توی ذهنم الان یادمه که شاه رفته بود امریکا برگشته بود، بعد عکس انداخته بود که آقای مصدق اینطوری شاه بغل کرده میگه بزرگ نمیر بهار کمبوزه و خیار آوردیم، نمیدونم میوه بهار آوردیم، مسخره میکنه یعنی شاه آورده، هیچ کسی هم اعتراض نمیکرد، فحش میدادن، خیلی معذرت میخوام تو روزنامه میمیستم فاحشه خانی دربار رو ببندید، هیچ کس هم جلوشون نمیگیره، آزاد بود روزنامه. شاه بعد از اینکه بعد از اینکه آقای مصدق برکنار شد برگشت به آقای زاهدی، البته به آقای زاهدی نگفت، به کسان دیگه گفت، گفتش که من میخوام از این بعد عصار خودم دست بگیرم، اون قدیمی ها پادشاهان قدیم یه عصای حکومتی داشتن، میامدن میشستن وقتی روی تخت که حکم بدن اون عصار رو دست رو میگرفتن. شاه گفت من میخوام عصار خودم دست بگیرم. جناب سربی، شاه رو کسی که دیکتاتورش کرد آقای مصدق بود. خب من به پایان برنامه رسیدم، سپاسگزارم که به برنامه توجه کردید، از آقای صحبی خیلی ممنونم و امیدواریم که بقیه بحث رو در برنامه بعدی بگم دیگه.
ما هم از شما ممنون هستیم. هفته آینده مصادف میشه با روزهای 4 آبان، 7 آبان، 9 آبان و همونجور که بهتون گفتم آقای فروتن هم گفته 6 آبان چراغا رو خاموش کنید. اگه از ایشون بپرسید خب چه اتفاقی میفته ما هم در جریان بذارید ممنون میشم. میدونم که شما باید برید به برنامه بعدی برسید. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم از شما. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی بودیم از تگزاس. شماره تلفن مستقیم ایشون که اگه باشن در آفیس جواب میدن، اگه نه شما پیام میذارید پیامو میگیرن، هست 281. بذارید من الان نشون بدم اینجا زیر صفحه خودمون افکت هفت بعد 281 835 3063. این در تگزاس هست و اگر از خارج از آمریکا تماس میگیرید باید اریا کد یا کد کشور آمریکا رو بگیرید که فکر کنم از خارج 201 هست. خب برنامه آقای مینویی هم که اسمش هست در پی خرد همینجا تموم میشه. اون نکته‌ای رو که من با آقای مینویی گفتم، چون من برنامه خانم جاد جودی رو نگاه میکنم، گاهی وقتی میگه این میدونست یا این مثلا این فکر کرده بود، بهش میگه که ببین شما نمیتونی نقل و حدیث بیاری بگی فلانی گفت اینجوری، نمیتونی به من بگی تو مغز فلانی چی میگذشت. چون آقای مینویی گفته بود که مصدق تو این فکر بوده، من پرسیدم که خب نه شما بودی نه با شما صحبت کرده، ایشون گفت که وقتی دکتر حسین فاطمی گفته دیگه حالا جمهوری میشه، از اون برداشت کردن که احتمالاً توی مغز مصدق چنین چیزی میگذشته. تا اونجایی که من خوندم میدونم اون چیزایی رو که به اصطلاح میشه یکم باهاش متکی بود و استناد کرد، مصدق هر وقت با شاه صحبت کرده به شاه گفته بوده آقا بیا شما سلطنت کن، حکومت رو بده دست ماها که وارد هستیم. باز هم ممنون که با ما هستید. سوالاتون نظراتون رو با ایمیل info@mardomtv.com یا شماره تلفن 202، بذارید اینم من بهتون نشون بدم یک لحظه ببخشید دیگه نه چشممون میبینه نه گوشمون صدا رو میفهمه. بله 202-695-2573 و ایمیلمون هم خیلی ساده info@mardomtv.com. حقیقتا شما هر چی بنویسید @mardomtv.com میاد. اگه بنویسید 207 @mardomtv.com میاد. اگه بنویسید سوربی @mardomtv.com، چون من همه رو باز گذاشتم، یعنی 100 میلیون اسم مختلف شما میتونید بنویسید. اینفو رو بنویسید انفورماسیون میاد. خب روز روزگارتون خوش. برنامه ها رو با هم پی میگیریم. تلویزیون مردم هم روی یوتیوب به صورت زنده پخش میشه، هم روی صفحه خود مردم تیوی دات کام میتونید اونجا برید. ویدیوهای ما والا بعضی هاش تا سال 2003 هم میتونید برید ببینید. اسم من رو تو گوگل تایپ کنید یا مردم تیوی رو تو گوگل و تو یوتیوب تایپ کنید و فکر میکنم ما منظمترین آرشیو رو به دوستان دادیم در این 20 سال گذشته و فکر میکنم ما کمترین حمایت رو از بینندگان گرفتیم در 20 سال گذشته. شاید بینندگان ما جزو مستضعفین هستند. روز روزگار بر شما خوش.